آنجا کیست؟ ما بر روی ریل هایی که ساختار زیستی برای من چیده است در حرکت هستیم. این ادعاییست آزاردهنده که علم معاصر به آن اشاره کرده است. کتاب پیدایش میگوید ما نمایندگانی آزاد هستیم که در تصویر خدا آفریده شدیم. اما علم عصب شناسی و نسل شناسی ما را با احتمالات بسیار متفاوتی معرفی می کند. چه می شود اگر آفریننده ما را با اراده ای آزاد و هدفی خاص نیافریده بود؟ چه می شود اگر ما تنها ماشین های بقای ژنتیکی، کامپیوترهای گوشتی باشیم؟ چه می شود اگر ما تنها با موسیقی دی ان ای و یاخته عصبی خود در حال رقصیدن باشیم؟ حالا علم و مذهب می بایست در این باره بحث کنند که چه چیزی ما را انسان کرده است. ما درون داستانهایی که جهان ما و خود زندگی از آنها سرچشمه می گیرند زندگی می کنیم. اما همچنین سوال دیگری نیز وجود دارد که هویت ما از کجا می آید؟ زمانی علم دنیای خارج را کشف کرد و حالا اینکه علم عصب شناسی مغز آدمی را نقیب می زند. نتایج این است که دانشمندان تقلیلگرا خواهان متوقف ساختن ما هستند. از دیدگاه مذهب ما انسان‌های آزاد هستیم، اما برای تقلیلگرایان ما به یک دروغ فروخته شده ایم. برای آنها ذهن، اراده و وجدان مسائل تاریک ما نیستند. آنها اصلا مسئله ای نیستند. ما بر روی ریل‌های در حال دویدن هستیم که مغز و بدن ما آنها را چیدند. چیزی که حتی یک عصب شناس، کسی که یک ایماندار متعهد است، نیز باید بپذیرد. ما برای مثال می‌دانیم که اگر قسمت‌های خاصی از مغز آسیب ببینند، آن قسمت‌های خاص در زندگی روانی ما از میان می‌روند. ما می‌دانیم که اگر برخی از قسمت‌های مغز را به وسیله تحریک الکترونیکی به صورت غیر طبیعی فعال نماییم، ما در حقیقت موفق به تولید تفکر، صداها، افکار و خاطرات خواهیم شد. ما می‌دانیم که همچنین می‌توانیم قسمت‌های دیگر مغز را به صورت غیر طبیعی فعال کرده و باعث شویم افراد احساس ناراحتی یا عصبانیت کنند. دکتر آلاستر کولز یک متخصص اعصاب در بیمارستان آدام بروکس در کمبریج است. او در مورد ارتباط فعالیت مغز و باورهای دینی تحقیق کرده. بشر قرن هاست که این گونه تجربیات معنوی داشته است که در طول زمان تفاسیر مختلفی از آنها شده. واضح است که ایمانداران به خدا معتقدند که حقیقتاً با خدا یا الوهیت روبرو شدند. از طرف دیگر قضیه کسانی هستند که میگویند این تجربیات چیزی جز وهم و خیال نیست. اثرات جانبی عملکرد مغز در انعکاس با زندگی روزانه‌اش است و آنها ارزشی ندارند چون رویدادی ذهنی هستند. اما آیا این تعجب آور نیست که هیچ تجربه بشری از جمله تجربه عرفانی همراه با فعالیت مغزی است؟ اگر کسی بیاد و مرا که در حال عبادت هستم به الکترود متصل کند، یا زمانی که در حال نیایش هستم در میابد که انگارهای مغزیم اندکی متفاوتن، این برای من خیلی اعجب آور نیست، زیرا تجربیات روحانی واقعی هستند و بنابراین باید راهی برای تحلیل آنها از جهت ذهنی وجود داشته باشد. اما اگر شما فقط به یک سری الگوهای ذهنی نگاه کنید و بگویید که این همه تجربیات روحانی است، از دیدگاه من اشتباه است. برای یک کار علمی، انسان یک موضوع پیچیده را تقلیل می‌دهد به چیزی که می‌تواند سنجیده و اندازه‌گیری شود. بنابراین رفتارهای پیچیده تجربه دینی به چیزی که سنجیده و بررسی شود تقلیل پیدا می‌کند. این سبک تجزیه و تقلیل باعث بررسی علمی راحت‌تر می‌شود.
یک تجربه روحانی با سیستم عصبی ما در ارتباط است. اما به این معنی نیست که تجربه دینی و روحانی فقط مربوط به ارتباطات عصبی هستند. شاید خیلی بیشتر از این باشند که با این روش علمی همسو ندارند. همه عصب شناسان به اتفاق می دانند که تا چه حد محیط زیستی ما بر رفتار ما اثر دارد. قرنها برخی از فلاسفه فکر می کردند که ما ماشین های غیر پیچیده ای هستیم. پروفسور بیل نیوسام یک عصب شناس در دانشگاه استنفورد است. او طور دیگری فکر می کند. برای من دشوار است که بگویم همه رفتارهای سطح بالای انسان فقط زیست شناختی هستند. این لفظ فقط برای من مطلوب نیست. به نوعی ما می توانیم بگوییم که دوربینی که الان در آن ما نگاه می کنیم تنها از فلز، شیشه و پلاستیک ساخته شده است و این فکری درست است، اما از هدف دور است. رازی که در دوربین است در مورد موادی که آن را ساختند نیست، بلکه در مورد ساختار سازمان یافته آن است. هدف انسان از ساخت آن است و نتیجه ایست که در حین استفاده از دوربین گرفته می شود. یک دوربین بیش از فقط فلزی است که در آن به کار رفته است. حال از یک طرف می توان گفت که مغز و رفتار ما تنها زیست شیمی است، زیرا به کلی مغز از مولکول‌های وابسته به زیست شیمی تشکیل شده است. اما از طرف دیگر ما با گفتن این باز هم مرتکب اشتباه قبلی خواهیم شد. گفتیم دوربین تنها از فلز، شیشه و پلاستیک ساخته شده است. من فکر می‌کنم اظهار درستی است، اما بیانیه بی‌خاصیت است. چرا؟ چون این تعریف درک واقعی و غنی در مورد دوربین یا به خصوص در مورد مغز و رفتار به ما نمی‌دهد. هرچند خود که متفکر است از علم دور باقی مانده است. پس آیا این شما هستید که اهرم زندگی خود را کشیده و به آن جهت می‌دهید؟ یا این که به نیروی فکری خود مصمم شده اید؟ برای آن دست از افرادی که میگویند مغز همه چیز را پیش میبرد و تمامی رفتارهای ما بر اساس آن است، از آنها میپرسم: پس در مورد رفتارهایی که منجر به تغییراتی در مغز ما میشوند که به جای اینکه از پایین به بالا عمل کنند از بالا به پایین عمل میکنند، چطور فکر میکنید؟ یک مثال واضح در این مورد تحصیلات است. ما زمان و تلاش بسیاری را صرف تعلیم مغز خود می‌کنیم که فرزندانمان را وارد محیط‌هایی کنیم که ذهنشان را تغییر دهد. چیزهایی که ما ذهن خود را با آنها مشغول می‌کنیم روی وضعیت فیزیکی مغز ما تاثیرگذار هستند. بنابراین رانندگان شهر لندن قسمتی از مغزشان بزرگتر از دیگران است، زیرا آنها توانایی بیشتر برای حفظ کردن آدرس‌ها و خیابان‌ها دارند و ذهن خود را با آن گونه عادت دادند تا جاده‌ها و راه‌ها را به خاطر بسپارند. پس آنچه ما کشف کردیم رابطه نزدیک بین ذهن و مغز است. هیچ کدام در قبال دیگری تقلیل پذیر نیستن، اما به هم مرتبطن. یک چیز که ما از علم عصب شناسی متوجه شدیم این است که همچنان که ما تجربه های مختلف کسب می کنیم، مغز ما نیز تغییر می کند. هر آنچه که ما می آموزیم و تجربه می کنیم با ساختار مغز ما آمیخته می شود. پس حتی اگر ما با مغزهای همشکل آغاز می کردیم، آنها چندی بعد مغزهای متفاوتی می شدند. بدین سان من فکر می کنم با اینکه تفاوت‌های واقعی در سیم کشی وجود دارد و روی آنچه هر کدام از ما می توانیم یا نمی توانیم به انجام برسانیم تأثیرگذار است. اگر اراده کنیم آزادی‌های بسیاری است تا ما انسان‌های متفاوت شویم و کارهایی را به انجام برسانیم که انجامشان برای مغز ما سخت است. بنابراین چگونگی فکر کردن، چگونگی رفتار کردن، فعالیت‌هایی که خود را مشغول می‌کنیم همه بر توسعه و رشد مغز ما تاثیرگذار خواهند بود. اما اگر مغز قابل انعطاف است، علم باز هم نمی‌تواند اتاق فرمانی برای اعمال ما به وجود آورد. بر حسب رسوم ما بر این باور بودیم که ذهنی داریم که بیشتر از مغز ماست و تصور ذهن است که بیشتر حس معنا و هدف به ما می‌دهد. اما آیا ممکن است رفتار ما فقط ریشه‌ای زیستی داشته باشد و بس؟ اگر دنیایی به نام ذهن اصلاً وجود نداشته باشد چطور؟ پس چالش همکنون برای ما این است که ما با ایده این که انسان چیزی جز یک ماشین نیست قانع نمی‌شیم و تشخیص می‌دهیم که چیزی که ذهن یا روح هست وجود داره و آن انسانیت انسانه. این انسان چگونه در جسم ما جا می‌گیره؟ از دیدگاه من پاسخ قابل فهمتر و واقعیتر این است که بگویم که آن ذهن یا روح از پیچیدگی آنچه مغز انسان است نشأت می‌گیرد.
این امکان برای دانشمندان به وجود آمده تا به مطالعه سیستم های پیچیده بنشینند. منظورم این است که تکنیک و قانون علم تقسیم کردن، نصف کردن و درک تکه هاست. ما از انجام اینها بسیار آموخته ایم، اما چیزهای زیادی وجود دارند که بدون مشاهده کلی نمیتوان از آنها آموخت. مردم تازه متوجه کلیت خود و درک آن شده اند. امروزه مطالعه تمامیت انسان برای علم یک سوژه ضروری شده است. حال علم به ما میگوید که زندگی در اثر فعل و انفعالات با محیط اطراف خود خودفراهمی تشکیل میدهد و در طی این روند پدیده پیشبینی نشده به خودی خود پدیدار میشوند. در مورد ما مغز در طی روند طولانی تکامل یافت و چیزی پدید آمده که بالاتر از یک مغز است و آن چیز ادعا میشود که ذهن است. یکی از مثالهای مورد علاقه من در این باب تکامل یافتن اندامک های تک سلولی با چند سلولی در تاریخچه زندگی روی زمین است. حال در ابتدا فقط یک مولکول بود. سلول های خود تکثیر و جانوران میکروسکوپی خود تکثیر وجود نداشت، اما زمانی این چیزها به وجود آمد. وقتی جانوران میکروسکوپی به وجود آمدند، پدیده جدیدی نیز به وجود آمد. یک جانور میکروسکوپی نیاز به غذا و انرژی دارد. باید مواد زائد را دفع کند. موجودات زنده برای منابع حیاتی به رقابت می پردازند. پس رابطه شکار و شکارچی در میان است. این فقط یک مثال است، اما در سرتاسر علم چنین نمونه هایی به چشم می خورد. ما نمونه های این چنینی را هنگامی که اتم ها برای ساخت مولکولی با خاصیت های مسلم با هم ترکیب می شوند می بینیم. هنگامی که عصب ها و عصب های تک سلولی با هم ترکیب می شوند تا شبکه عصبی را با ویژگی های خاص تشکیل دهند که باید هر یک را جداگانه مورد مشاهده و مطالعه قرار داد، نمونه دیگر را می بینیم. برای جان پولکینگ هورن الهیدان این نماینده علم با چهره انسانی است. این نشان می‌دهد که انسان را نمی‌توان تقلیل داد. منظور من این است که تمامی ذرات وجود من روی من حساب می‌کنند. هنگامی که دستم را بلند می‌کنم، جریان در عصب‌ها جاری می‌شود و ماهیچه‌ها منقبض می‌گردند. اما من خواستم که بازویم را بلند کنم. من مانند یک انسان کامل عمل می‌کنم. نیاز ندارم که علم این را به من بگوید. با این حال اگر علم حتی به اندازه سر سوزن تلاش کند که این چگونه اتفاق می افتد، برای علم این یک موفقیت است و در پایان من فکر می کنم این می تواند کمکی باشد برای بهتر کردن رابطه بین علم و دین، چون مذهب به انسان به طور کامل نگاه می کند، در نتیجه انباری پر دارد. در هر صورت علم هم ستونهای مذهب را در مورد انسان به درگیری وامی دارد. شبیه سازی انسان هم اکنون در بسیاری از کشورها ممنوع می باشد. اما عده کثیری از دانشمندان آن را واقعیت بدیهی می بینند. با شبیه سازی انسان ما آفریننده خواهیم شد. قادر به قالب زدن دی ان ای خواهیم بود و می توانیم زندگی را شبیه خود شکل بدهیم. اما آیا واقعا هیچ کدام از ما همانند مصنای ژنتیکی خود خواهیم بود؟ پروفسور جان بریانت یک زیست شناس مولکولی است که هم اکنون زیست شناسی اخلاقی درس می دهد. دانشمندی به نام دیکسی در شیکاگو می گفت می خواهد شبیه خود را بسازد تا حیات جاودانی داشته باشد. انگار که شخص خودش دوباره قرار بود زنده شود. من در خیالم گفتم عجب مرد ابلهیه. زن دیگری می خواست پدر خود را شبیه سازی کند تا او دوباره بتونه پدرش را در آغوش بگیره. بازم چه احمقانه است. او پدر تو نیست. جان بریانت میگوید که یک شبیه سازی با اصلان متفاوت است، چون ما فقط دی ان ای نیستیم. هویت ما در رابطه با دیگران و محیط اطراف شکل میگیرد. پس به عنوان یک ایماندار، دیدگاه بریانت در مورد شبیه سازی روی انسان چیست؟ او چطوری به یک شبیه ساز انسان نما نگاه میکند؟ مانند یک ربات بیروح؟ به خاطر شدت عمل و اگر مایل باشید به خاطر یک فکر واهی و به منظور خودخواهی، من شبیه سازی انسان را رد می کنم. اما از طرف دیگه فکر می کنم اگه نمونه ژنتیکی انسانی قرار بود متولد شود، او موجودی روحانی خواهد بود، زیرا خداوند ما را اینگونه آفریده است. پس یک انسان با نمونه ژنتیکی شبیه خود نخواهد بود، بلکه فقط یک تولید مثل جسمی است، نه روحی.
اما آیا سخن از بعد روحانی انسان در دنیای درخشان دی ان ای جای دارد؟ آیا انسان فقط از ژن ساخته شده یا چیز بیشتری در آن است؟ تجربه انسان آزاد، تجربه سود انسان با تجربیات روحانی، تجربه تأمل و تفکر در خود، نه فقط روی هویت شخصی بلکه در مورد مرگ، همه اینها برای من نشانگر این است که ماجرای دیگر پشت همه اینهاست و پیچیدگی انسان و مغز و همه سوالات دیگر به این معنی است که ما بدون رجوع به مفهومی وسیع‌تر قادر به پاسخ آنها نخواهیم بود و آن مفهوم وسیع برای من رابطه داشتن با خداست. این ادعایی است که با بی خدایی شدیداً در جدال است. طرفداران فرادارونی ادعا می کنند که زیست شناسی برای سیرت و ارزش‌های انسانی تعریف کافی فراهم می آورد. جان بریاند مخالف این است. توانایی خلاقیت ما فرسخ‌ها فراتر از حتی خلاق‌ترین مهره‌ها می‌رود. شما می‌دونید که پرندگانی هستند که قادر به استفاده از ابزار هستند. میمون‌هایی هستند که می‌توانند از آینه برای دیدن اطرافشان استفاده کنند. اما این حیوانات این کره زمین را فتح نکردند و نه عادت کردند که در هر شرایطی یا هر گوشه از این دنیا زندگی کنند. آنها از منابع دنیا به طور کامل استفاده نکردند. بدین ترتیب بین ما و خویشاوندان ما یه تفاوت عظیمی وجود دارد. سازماندهی یک جامعه برای دستیابی به چیزی تنها امتیاز انسان نیست، بلکه امتیاز انسان در صرف کردن وقت و توجه داشتن به انجام کاری که انجام میده، وگرنه همه چیز بیفایده است. رنگ‌آمیزی یک تصویر، آفریدن زیبایی و سازماندهی یک جامعه با توجه به هدفی بیش از برطرف کردن نیازهای فوری، همه اینها امتیاز انسان بودن است. جان بریاند همچنین اشاره به توانمندی بیمانند دیگری در انسان می کند که ژن‌های خودخواه موفق به تعریف آن نیستند. آن قدرت استدلال اخلاقی که ما در حیوانات می بینیم فراتر از حس هم نودوستی است. حیوانات هم نودوست هستند و از یکدیگر مراقبت می کنند. و این عمدتاً به این دلیل است که ذاتاً از درون می‌خواهند که مطمئن شوند که از ژن‌های همسان خود محافظت می‌کنند. هرچند که ریچارد دافکینز تلاش کرده که به ما بگوید عدم خودپرستی در بسیاری از انسان‌ها و ویژگی نودوستی در آنها فقط محدود به محافظت از شرایط ژنتیکی آنها نیست. من می‌گویم که قدرت استدلال اخلاقی و توانایی تشخیص خوب از بد چیزی حتما ما را از نزدیکترین همسایگانمان یعنی شامپانزه‌ها و دیگر میمون‌ها جدا می‌سازد. همانند اسکار شنکر بودن، کسی که جان خود را برای نجات دادن هزاران انسان در کشتار عمومی در خطر قرار داد، در حالی که حتی آن مردم را نمی‌شناخت و آنها از قوم او نبودند. اما ما این را تحسین می‌کنیم و در مورد آن به عنوان یکی از بالاترین شکل اصالت انسان می‌شناسیم. این طرز تفکر از کجا می‌آید؟ یا باید گفت که این تیر شلیک نشده مخابراتی نظریه تکامل است که در ما قرار داده و ما به غلط این مسئله را تفسیر نموده ایم و بیش از اندازه لازم با این ایده جلو رفته ایم و به جای کمک به چند نفر به همه کمک میکنیم. یا باید بگوییم که چیز دیگری در این بین وجود دارد و اگر واقعا هست انگار فلسفه طبیعی محض نمیتواند آن را توضیح دهد. برای من این یک بحث جالبی است. از نظر فرانسیس کالینز، قدرت تشخیص درست و غلط یا چیزی که متخصصان الهیات قانون اخلاق می نامند، نظریه تکامل نمی تواند آن را توضیح دهد. اگر قانون اخلاقی تنها پیامد تکامل است، این به این معناست که خوب و بد خیالی باطل است و اینکه درست و غلط همه چشم بندی هستند که همه ما را فریب دادند. اگر ماجرا این است، پس چرا حتی کسی که خدا را شدیداً انکار می کند از عبارت خوب و بد استفاده می کند؟ چرا آنها باید در حقیقت بر علیه مذهب بایستند همان گونه که برخی از آنها عملاً ایستادند؟ یک چنین چیزی نیست. این مسئله خیلی جالبیه. می دونید که در اولین کتاب ریچارد دافکینر یعنی ژن خودخواه تقریباً تمامی محتوای کتاب فدای ابلاغ پیام متروک شده است که می گوید انسان‌ها بقای ماشین‌های ژنتیکی هستند. این ژن‌ها هستند که مهمند. من و شما وسیله‌ای برای آنها هستیم.
در آخرین صفحه کتاب دافکینر میگوید تنها ما میتوانیم علیه ژن‌های تکثیر کننده بیایستیم و او مسلماً منظورش این است که ما باید این کار را انجام بدهیم. این ایده از کجا آمده؟ بدین ترتیب علم به دور از بین بردن اعتقادات مذهبی به نظر می رسد که ما را قادر می سازد تا دست به انتخاب هدفمند اخلاقی بزنیم. من فکر می کنم این یک تجربه اساسی انسانی است، یک اصولی از انسانیت انسان که موجوداتی هستیم با حق انتخاب و مسئولیت اخلاقی داریم. می دانم که فیلسوف ها می توانند این کار را انکار کنند، اما هیچ کس خارج از مطالعات خود همانند ماشین های خودکار زندگی نمی کند. فقط یک لیوان آب به صورت فیلسوف تقلیل ساز بپاشید و بعد می بینید که چه می شود. می توانید این بحث را پیش بیاورید که ما در واقع هیچ انتخابی نداریم، تسلطی روی اعمال خود نداریم. همه چیز فقط فیزیک مغز و حرکت اتم ها هستند. اما من این را باور ندارم. من باور دارم که تمامی انتخابات ما مکانیزمی پشت آنها وجود دارد. اگر مغز من فعال نبود، من قادر به حاضر بودن در اینجا یا انتخاب کردن نبودم و یا مثل مایکل جوردن بسکتبال بازی کنم. برخی از کارها را به دلیل ساختار زیستی بدنم و مغزم قادر به انجام نیستم. اما درون عرصه وسیع اخلاق ما واقعا توانایی انتخاب پرمعنی را دارا هستیم و اینکه چگونه با علم عصبشناسی توافق پیدا می کند خودش یک راز است و ما جوابی برای آن نداریم. اما این سوال خیلی خیلی مهمی است که ما دانشمندان و غیر دانشمندان باید دلیلش را در آینده به دست آوریم. در پایان من فکر می کنم که همه اینها وعده هستند، نه تهدید. هرچند شاید ما را دچار حیرت می کنند. ما می بایست مراقب باشیم تا اجازه ندهیم تفسیرهای تقلیل سازان میدان را بگیرند. علوم اعصاب همه چیز را در مورد انسان به ما نمی گوید. مسائل مهم را به ما می گوید. ما مردمانی جسم شده هستیم. چگونگی عمل کرده بدن ما مهم است، اما این کل داستان ما را در بر نمی گیرد. ما کامپیوترهایی از گوش ساخته شده نیستیم. در نظر کولز، تحقیقات علمی و روحانی هر دو راهی به حقیقت هستند. از نظر من، الهیات، علم و علوم عصبشناسی اگر که با هم تبادل نظر نکنند به چیزی دست پیدا نخواهند کرد. دیدگاه های جدیدی وجود دارند که می گویند الهیات برای علم دارد و علم برای الهیات، و حقیقت‌های بزرگ الهیاتی از جمله این که انسان‌ها بیمانند هستند و ما به نوعی شبیه خدا هستیم. ما تنها جانوری هستیم که دارای اخلاقی و همه اینها چیزهایی هستند که دانشمندان می‌بایست به نحوی با آنها کنار بیان و مطالعه کنند. راه‌هایی برای یافت حقیقت وجود دارد. می‌توان کتاب مقدس را خواند، می‌توان کتاب طبیعت را خواند و حقیقت را در هر دوی آنها یافت. باید مواظب باشید که چه سوالی می‌پرسید و چه ابرازی برای جواب دادن آن مناسب است. اما برای انسانی کاملا رشد کرده به نظر می‌رسد که این گونه حرف‌هایی را که می‌گویند آن نامناسب است و یا آن خطرناک است را کنار بگذارید. این خیلی حیف است که ما فرصت تجربه آنچه را که یک شخص می‌تواند در لحظه کوتاه در زندگی روی زمین داشته باشد از او بگیریم. شخصا در نظر من، آگاهی در حال رشد من و در مورد اینکه مغز من، ذهن من و روح من همه یکی هستند مکاشفه ای عالی بوده است. در وهله اول باری من معنا دارد. من چیزی از جسم جدا شده روحانی که بیرون از جسم در حال دست و پا زدن است نیستم. من یک چیز هستم که متکی به هم دیگرند. از این یعنی چه که یک دانشمند ایمان به خدا داشته باشد؟ من فکر می‌کنم که ایمان من نهایتاً ارزش‌های من را به من گوشزد می‌کند و همچنین چیزی که من به خاطر به دست آوردن آن روی زمین در تلاش هستم. من یک دانشمند معمولی مانند بقیه‌ام، اما من بیشتر از یک دانشمند هستم. در نهایت من یک انسان هستم که روی این جهان فرود آمده و آگاهی من در پی این روند تکاملی موجودات شکل گرفت. از بارداری و توسعه یافتن آنها و جسم خود و سیستم عصبی خودم مرا بر این داشت که بر چه اساسی انتخاب کنم.
برای من این برمیگردد به واقعیتی که ما در چه دنیایی زندگی میکنیم. از دیدگاه مذهبی این حقیقت است که آرزوها را در دلهای ما میگذارد. آن آرزوها، آن امیدها و بصیرتها به واسطه یک سیستم تکاملی در سیستم ما گذاشته شدند. اما برای همه اینها آفریننده‌ای وجود دارد که هدفی از آفرینش موجوداتی مانند ما داشته. از بدنهایی که ما در آن زندگی می کنیم، دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم، جهانی که ما در آن زندگی می کنیم، مدام در حال ایجاد سوالات تازه در مورد موجودیت ما هستند. علم و الهیات هر دو از آرزوهای ما برای درک و کشف بیشتر به وجود آمدند. در دنیای مردد و بی‌ثبات ما، وقت آن است که بینش هر دو را در آغوش بکشیم.